سلام، در این ویدیو من میخوام با شما در رابطه با نحوه مصرف و قطع داروی فلووکسامین در درمان اختلال وسواسی جبری یا OCD صحبت بکنم. یادتون باشه که اطلاعات این ویدیو فقط در راستای افزایش آگاهی شماست و برای قطع یا مصرف دارو باید حتما با متخصص مربوطه مشورت بکنید. داروی فلووکسامین یکی از دسته داروهای SSRI ها یا مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونینه که برای درمان اختلالات وسواسی عموما مورد استفاده قرار میگیره. دوز اولیه‌ای که این دارو تجویز میشه 50 میلی گرم در روزه که عموما در هنگام خواب این دارو رو باید مصرف بکنید. دوز نگه دارنده، یعنی دوزی که درش درمان شکل میگیره، عموما 50 تا 100 میلی گرمه، یعنی در بین 50 تا 100 میلی گرم عموما درمان یواش یواش ایجاد شده. چنانچه این دارو تجویز بشه و بعد از 2 تا 4 هفته اثرات درمانی به قدری که انتظار داریم نباشه و یا درمان به درستی شکل نگرفته باشه، اون موقع اقدام به افزایش دوز میکنن که در هر هفته 50 میلی گرم دوز دارو رو افزایش میدن تا جایی که دوز تثبیت شونده یا دوزی که درمان ایجاد شده در واقع یافت بشه و در نتیجه درمان شکل بگیره. بیشترین میزان دوزی که این دارو رو میشه در روز مصرف کرد 300 میلی گرم در 24 ساعته، پس در نتیجه بیشتر از 300 میلی گرم عموما تجویز نخواهد شد. اگر بیشتر از 100 میلی گرم تجویز بشه، اون موقع دیگه در 2 نوبت باید مصرف بشه، یعنی تا 100 میلی گرم رو در 1 نوبت قبل از خواب مصرف میکنن. اما اگر مثلا 150، 200، 250 یا ماکسیموم 300 رو تجویز بکنن، اون موقع در 2 نوبت باید مصرف بشه که 1 نوبت صبح و 1 نوبت بعد قبل از خواب خواهد بود. اگر دوزی که داره تجویز میشه هماهنگ و مقدار یکسانی نباشه، یعنی مثلا اگر 200 میلی گرم تجویز شده باشه، اون موقع 100 میلی گرم صبح، 100 میلی گرم هنگام در واقع شب قبل از خواب مصرف میشه. اما اگر مثلا 150 میلی گرم تجویز شده باشه و در واقع نشه این رو دیگه به 2 قسمت مساوی تقسیم کرد، در اون موقع دوز بیشتر رو در شب مصرف میکنن. یعنی اگر 150 میلی گرم مصرف شده باشه، 100 میلی گرم قبل از خواب مصرف میشه و 50 میلی گرم رو در صبح تجویز میکنن. میزان مصرف این دارو برای درمان اختلالات وسواسی عموما 3 تا 6 ماه و 6 تا 1 سال، 6 ماه تا 1 ساله، یعنی در بازه 3 ماه تا 6 ماه عموما در بسیاری از موارد باید مصرف بشه تا اثرات درمانی به صورت مشخص تثبیت بشه و ایجاد بشه و در بعضی از موارد میتونه تا 1 سال هم ادامه پیدا بکنه. مصرف بیش از 1 سال هم در بعضی از موارد میتونه با نظر متخصص ادامه پیدا بکنه، اما غالبا بین 1 بازه 3 ماهه تا 1 ساله درمان شکل میگیره و در بسیاری از موارد در 3 تا 6 ماه درمان ایجاد شده. برای قطع این دارو زمانی که درمان ایجاد شد، از شیوه قطع با کاهش تدریجی دوز استفاده می کنن و در هر هفته 50 میلی گرم از میزان دارو کاهش میدن تا دارو قطع بشه.